سلام جون دلا، حالتون چطوره؟ خوب هستین همگی؟ بچه خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه. آقا ما تو این ویدیو گیم پلی سولو به اسکواد داریم با کلاس ترپ مستر و کاراکتر آرتری. البته تو این ویدیو تو این مپ پلتفرم داشتیم، متاسفانه من حواسم نبود سری پریدم فارم. اگه حواسم بود میپریدم همون پلتفرم. خب بچه ها تو این ویدیو هر حرکتی که من انجام میدم قشنگ واسه تون توضیح میدم که آقا من چرا این حرکت رو رفتم. بچه ها من وقتی میام فارم همیشه روی این خونه که قرمز دو طبقه هست میام لند میکنم، اینجا میرم طبقه دومش لوت میکنم. ببینید فارم به نظر من بهتر اینجا واسه لند تو فارم همین بالای فارمه، چون اون وسط بیفتین اسکوادی که اومده پایین و اسکوادی که اون بالاست شما رو قیچی میکنن. ولی خب بالای فارم به نظرم بالاترین های گراند دیگه، های گراند اینجا به نظر من بهترین نقطه ای است که بهترین جایی است که میتونیم بیان اینجا لند کنین. ببینید بچه ها تا جایی که میتونی انمی رو زدین حتما برین تمومش کنین، چون یاراش میرسن میره یه جایی که یاراش میرسن ریوایوش میکنن، یعنی اون دانی که شما کردین انمی رو بی هدر میشه دیگه. اینجا من وایسادم کامل صدا پا بگیرم، صداشو که گرفتم برگشتم سری زدمش، سریع هم فینیشش کردم و لوتش کردم. آرمورم هم میزنم، منتظر میمونم ببینم صدای انمی از کجا میاد. یه ترپم رو ورودی این خونه گذاشتم که اگه از اون ورودی اومد رو ترپم گیر کنه. آها من انمی رو دیدم اینجا، دارم نواگز میندازم که بکشونمش از بیرون از اون پشت. این اومد بیرون، راحت زدمش. ببین بچه من این زامبی رو که میزنم، من چند بار سر این زامبی چون سولو به اسکاد استات میکردم چند بار سر این زامبیه من مردم رفتم لابی، واسه همین دیگه استرس دارم وقتی این زامبی رو میبینم تیر میزنم که سریع بتره. که نفر آخرشون هم که اون ترپی که زده بودم دقیقا رفت رو اون ترپه. بچه ها دقت کنید من انمی رو نمیزنم، وای میستم قشنگ فاصلم نزدیک بشه به انمی و قشنگ با دقت بالا بتونم بزنمش که دیگه نتونه از دستم فرار کنه. اینجا هم یه کاور گرفتم، اون تیراش خشابش خالی شد، راحت تونستم دمیجش کنم. این یکی رو دمیج میکنم من همیشه هر جوری شده راش میدم که اون تمومش کنم دیگه، الکی خودش رو دوباره پر نکنم. یه اسلایت میزنم و کار اینو تمیم کنم، میرم بغل دیوار یه کاور میگیرم ریلود میکنم. بعد انمی هم رفت کاور گرفت، فکر کرد من خشابم خالی میشه، کارش خوب بود ولی خب سری خشابم پر شد و ریلود کردم و زدمش. اینجا من دو دل بودم، نمیدونستم شاتگان بردارم اسنایپ بردارم. این میرفتم و این ور میرفتم اون ور، داشتم فکر میکردم ببینم چه گانی بردارم که همین ترپ که انداختم یه ریوایوی اومد روش و بدبخت رو زدم من اینجا. ولی خب دیگه تصمیم رو گرفتیم و اسنایپ برداشتیم. به نظر من اسنایپ و شاتگان خوبه واسه سولو به اسکواد، بعد اسنایپ و MSMC هم خوبه واسه سولو به اسکواد. اینو تمومش میکنیم. ببین بچه ها دیدیم من این طرف هم خونسا کردم، اون ترپی که انمی رفته روش دیگه مثلا یکی دیگه بیاد ترپ علامتش معلومه دیگه، قرمز نشون میده چون ترپ استفاده شده. واسه همین وقتی یه انمی میره رو ترپ من میزنمش تموم میشه، اون ترپ رو خودم دستی خودم میزنم تیر میزنم بهش که ترپم خونسا بشه، یه ترپ دیگه میندازم روش که اون ترپ دیده نشه. اینکه مثلا از دور انمی بیاد میبینه دیگه اونجا یه ترپی هست که یکی رفته روش، خب دیگه اون با احتیاط میاد جلوتر. اینجا هم چون من اینو زدم اینا پلیرهای خوبی هن. تو کاستوم روما اینا رو به اسکوادشون رو من زیاد دیدم، تو کاستوم روما پلیرهای خوبی هن. واسه همین وایس دادم ببینم یارش میاد ریوایوش کنه یا نه. خب یارش بهش گفته بود، اونی که من زده بودم بهش گفته بود که آه این ترپ داره، غیبی هم زد دیگه نتونستم به اسنایپ کارشو تموم کنم. یعنی اگه دقت کنین الان زون حرکت کرده، من اگه اینجا بمونم دنبال این بگردم خب زون میاد دمیج میخورم، اونورم یه اسکواد بود دیگه.
همونی که سمت چپم بود نگاه کردم با اسنایپ. یه اسکواد اونجا وایساده بود، گفتم دیگه منو اذیت میکنن اگه همین الان نرم. اگه دقت کنی یه نفر اینجا بغل سنگ بود، ترپامون اول میندازیم، ترپ هم اگه میندازین یه جامپ بزنین بعد ترپ ها بندازین که ترپتون برد بیشتری داشته باشه. خب اینجا من یه انمی رو دیدم، یه ترپ میندازم، این شیل زد واسه من، یا این سنگ رو من کاور کرده بودم. وقتی شیل زد من رفتم این بغل این سنگه، از کوری در اومدم، اونم رفت رو ترپم و زدمش راحت. خب حالا برمیگردیم همون انمی که من زدم، این ریوایو بود، یارش اومد ریوایوش کنه. من اومدم اینو پیدا کردم، تو مسیر حرکتش کلاستر میندازم. خب آموزش کلاستر هم من گذاشتم بچه ها، این بالا هم واسه تو میارم، اونایی که ندیدن برن آموزش کلاستر رو ببینن حتما. کلاستر هم قشنگ رفت رو کلاسترم، ولی خب خودم نرفتم پایین، حس میکردم یکی اون پایین است. این بالا هم یارشون بود روبروی من، اسنایپ داشت دستش. یکم یکم منتظر موندم ببینم کسی از اون پایین یا نه، دیدم که نیست، دیگه رفتم سریع تمومش کنم که دیگه ریوایوش نکنم. اینجا لوتش هم نکردم حتی، حواسم به اون اسنایپره بود، کاورم نداشتم، فضام باز بود، نمیتونستم یه جایی کاور بگیرم ببینم اون اسنایپره هم میتونم بزنم یا نه، واسه همین زیاد وای نمیستادم یه جا. الان چون اگه دقت کرده باشین، وقتی داشتم اون اسنایپر رو نگاه میکردم دنبالش میگشتم، این ور صدای یک کلت ریوایوی اومد. خب دیگه الان من بیخیال این اسنایپره شدم و میرم سمت این یکی اسکواده که یکیشون هم ریوایوی بود فکر کنم. الان دیگه هرچند ریوایوی بود، دیگه الان خودش رو تکمیل کرده دیگه. ببینیم وای میستم که من یکیشون ثابت وایسی یا تو یه مسیر راستی. ببینین اینو نگاه کنین، تو یه مسیر راست میره، اینو من تونستم بزنم. اگه همینجوری الکی من با اس آرتیک تیر میزدم بهشون، متوجه میشدن، همشون کاور میگرفتن، فرار میکردن. یکیشون هم زدم، خب اینا یه اسکواد کامل بودن، تونستم بزنمشون، دو نفرشون رو حذف کردم، از این اسکواد دو نفر موند فقط. خب پیاده نرفتم، میدونین چرا؟ چون اگه من الان با پای پیاده میرفتم، اون دو نفره جرم وای میستادن دیگه، نمیتونستم که کاری بکنم. واسه همین همیشه اکثر اوقات یه چاپر یا یه ماشین کنار خودم دارم که با ماشین بتونم هم برم سیف رو بگیرم، هم جای انمی رو بدونم. اینجا هم کلاستر رو هرچی بود زدن رو سر ما، رفتیم اینجا این سنگه رو کاور کردیم واسه خودمون، چپ و راست سنگه رو ترپ میندازیم. همیشه این کارو بکنین دیگه، چپ راست سنگ ترپ، اگر هم انمی ماد دور سنگی بچرخین بره رو ترپتون، راحت میزنینش. من یه صدا گرفتم، اینجا صدا پا گرفتم، داره میاد انمی. ببینین اون وره مپ هم اون وره کوه، یه نیدی انداختن رو سر این انمیه، اونو دارن اسنایپش میکنن، اومد سمت من، منم سریع با ام اس ام سی زدمش که کلا معلومه دیگه چی به یاراش میگه، میگه اونور اسنایپر بود نتونستم کاور بگیرم، کاورم نداد این اونجور چیزا دیگه، صد درصد اینو میگه دیگه به یارش. من دنبال اون اسنایپر ها میگردم، این دوتاشون هم خوابیدن رو چمن ها. حیف که نتونستم تمومش کنم، سریع فهمید فرار کرد. یه صدا پای دیگه شنیدم اینجا دوباره، یه دونه ترپ دور سنگ میچرخیم برمیگردیم و میزنیمش، خیلی ساده و ایزی. همین دو نفر موندن، تراپام هم تموم شده من،
یکیشون رو اینجا میزنم، یه ترپ میندازیم، منتظر میمونم بیاد بالا چند تا تیر بزنم. این کلاسش رو استفاده کرد، میام پایین خشابش تمام میشه، بره رو طرفم بزنم تمامش کنم. شاتگان داره، فاصله رو زیاد میکنم باش و میزنمش. خیلی راحت و ساده و ایزی. بچه اگه خوشتون اومد از این ویدیو لطفا چنل من رو سابسکرایب کنید، حتما کامنت بذارید واسم، لایک کنید، تو قسمت کامنت ها نظرتون در مورد این گیم پلی و سولو اسکواد هم حتما بنویسین. دمتون گرم، مرسی، تا ویدیوی بعدی.